Thank <music> you. سلام دوستای خوبم به کانال فرس و سلامتی خوش اومدید خب ادامه میدیم آموزش زبان آلمانی رو از روی کتاب پلوس پونک دوچ سطح آی کتاب اولش یک خب درس چهارم صفحه چهل رو اون بالای صفحه رو من الان زوم میکنم خب اون بالا نوشته آ فامیلین فوتوز آ فوتوز یعنی عکس های خانوادگی قبلا داس فوتو رو داشتیم در حالت جمع دی فوتوز فامیلین فوتو یه اسم مرکب از ترکیب دوتا اسم فامیلیه و فوتو که میشه فامیلین فوتو داست فامیلین فوتو و در حالت جمع دی فامیلین فوتوز اسمهای مرکب رو گفتیم که گرامرش رو سر جای خودش مفصل توضیح میدیم خب گفتیم که برای اسمهای مرکب آرتیکلش از اسم دوم که اینجا فوتو هست گرفته شده خب ادامه میدیم آینس آ همونجور که میبینید بغلش یه بلنگو کشیده یعنی اینجا شما بر روی سی دی این رو گوش بدید تا شنواییتون هم نسبت به زبان آلمانی خوب بشه نوشته "Hören اون lesen میگه "Hören" یعنی بشنوید اوند و "lesen sie بخونید اون ordnen زی zu" "ordnen Sie zu. سو اردنن گفتیم چی؟ یعنی مرتب بکنید دی فوتوز این عکس ها رو دم دیالوگ دم دیالوگ برای این دیالوگ دم دیالوگ اینجا داتیف هستش داتیف رو بعدا سر جای خودش کامل توضیح میدیم خب سه تا عکس میبینید نوشته یک دو سه این دست راستتون توی موبایل میبینید سه تا عکس منظور این شماره ها رو باید برای این دیالوگ تو اوردن بکنیم یعنی مرتب بکنیم خب میگه هابنزی فوتوز دبای میگه هابنزی آیا شما داری در حالت رسمی فوتوز عکس های را میبینید فوتوز اینجا جمع هستش به معنی عکس های را اینجا هم گفتیم چیه یعنی آکوزاتیوه یعنی مفعول جمله هستش دابای یعنی همراهتون در حال حاضر همراهتون عکسی دارید در جواب میگه یا آره هیه اینجا دس ایست مین شوسته این هست خواهر من اوند دس زیند ایق تشته و دس زیند اینها هستند ایق تشته یعنی دختراش هستند زاقا اوند ربکا زاقا و ربکا میبینید اینجا الان کدوم عکس یه زن رو نشون میده که دوتا بچه کوچیک بغلشه عکس شماره سه میبینید بس اونجا باید تو مربع مربعه بنویسید شماره سه مربوط به اون عکسه میشه در ادامه میگه اون دمان و دمان مردش ایست دست ای من این هست مرد اون یا دست ایست توماس میگه آره این هست توماس ای من مردش یعنی چی این شوهر خواهرشه هاونزی زی اوخ فامیلین فوتوز میگه هاونزی زی اوخ آیا شما دارید همچنین فامیلین فوتوز عکس های خانوادگی خب یه نکته راجع به ای من بگم ایه من ایه اینجا صفت ملکی هستش حالا صفت ملکی در حالت مذکر دیگه من اینجا مزکره و همیشه بعد از صفت ملکی اسم میاد یادتون نره همیشه بعد از صفت ملکی اسم میاد و اینجا حالت فاعلیش هستش ایمان حالت فاعلی مزکر به صلاح برای صفات ملکی خب صفات ملکی هم سر جای خودش مفصل توضیح میده فقط اینجا یه توضیح کوچولو دادم فمیلین فوتوز هم اینجا آکوزاتیو هستش آکوزاتیو تو درس قبلی به سال درس سه حسابی کار کردیم و باید یاد گرفته باشید خب ادامه میده یا هیه آره اینجا زیند ماین بود اون زین فاو هیه زیند یعنی اینجا هستن ماین بود برادر من یونید ماین بوده باز اینجا صفت ملکی در حالت فائلی برای مذکر اوند زاین فراو و زن اون می بینید زن برادرش زاینهم اینجا صفت ملکیه در حالت فائلی ولی برای معنس می بینید چون فراو معنسه دیگه خب کدوم عکس داره یه زن و مرده رو نشون میده عکس شماره یک دیگه درسته اونجا تو اون مربعه باید بنویسید شماره یک ادامه میده ارهات آخ اینن زون میگه ارهات او داره یعنی برادرش او همچنین اینن زون یه پسر بچه داره میبینید اینن زون اینجا اکوزاتیف هست یک پسر بچه را دارد میبینید و اینن به صلاح حرف تعریف نامعینه و در حالت مذکر در حالت اکوزاتیف گفتیم اینن میشد دیگه اینو یعنی تو درس سه یاد گرفتیم در ادامه میگه هی ایست زاین میگه هی ایست اینجا هست زاین زون یعنی چی یعنی پسر اون پسر چی پسر برادرش دیگه بس اینجا زاین صفت ملکی هستش در حالت فاعلی برای مذکر زاین زون یعنی پسر برادرش هست خب کدوم عکس داره فقط یه پسر بچه کوچولو رو نشون میده عکس شماره دو دیگه اینجا تو مربعه می نویسیم عکس شماره دو در ادامه میگه ایز 2 میگه ایز یعنی اون پسر برادرش دیگه ار er, اینجا زمیر فائلیه برای چی؟ برای زینزون دیگه یعنی پسر برادرش رو به جنگ بنیم زینزون از زمیر فائلیش ار er استفاده کرده سوم شخص مفرد این هم قبلا داشتیم ار ایس او هست توی اون دو سالش هستش در ادامه میگه او oh, ده they... آب aber süß. او یعنی او مثلا داره بخور خوشمزه صحبت میکنه میخواد از پسره مثلا تعریف بکنه در است در اینجا چی هستش اینجا با زمیر فائلی هستش برای به همون پسر بچه در است منظور که این این یعنی منظور همین پسر بچه دیگه میدونیم راجع به چه موضوعی داره صحبت میکنه یا چه کسی داره صحبت میکنه میگه این پسر بچه هست آبا زوس اما خیلی شیرینه زوس اینجا صفت دیگه زوس یعنی شیرین خب ادامه میدیم شماره یک به نوشته لیزن Sie دن دیالوگ zu zweit." میگه لیزن Sie بخونید دن دیالوگ این دیالوگ را میبینید دن دیالوگ اینجا باز اکوزاتیف هستش با حرف تعریف معین یعنی دن دیالوگ این دیالوگ را میدونیم چه دیالوگی تو دو دوتایی منظور همون دیالوگ شماره بالا رو شماره یک آ رو اونجا دوتایی با همدیگه بخونه اگر کسی رو ندارید خودتون دوتا نقش رو بازی بکنید و حسابی تمرین بکنید تا ملکه ذهنتون بشه در ادامه یک سه میگه The possessive آرتیکل possessive article میشه آرتیکل های ملکی یا همون زمایر ملکی لیزنزید دیالوگ میگه بخونید این دیالوگ را باز دین دیالوگ میدید آکوزاتیو. این آینس آ در یک آ اوند اگنسن زی و کامل بکنید دی تابل این جدول پایین رو خب اول از همه من تعریف صفت ملکی و زمیر ملکی رو داشته باشم ببینید صفت ملکی یعنی یه چیزی رو که به یه نفری نسبت میدی خب زمیر ملکی هم باز همون همون چیز رو به اون نفر نسبت میدی ولی تفاوتش در اینه که صفت ملکی اسم بعدش میاد حتما ولی زمیر ملکی دیگه اسم نمیاد یعنی جایگزین همون لغته میشه این تنها تفاوتشون است پس یادتون نره بعد از صفت ملکی همیشه اسم داریم ولی زمیر ملکی خودش هستش حالا ما صفت ملکی و زمیر ملکی رو برای حالت فائلی یا نومیناتیو و حالت مفعولی یا آکوزاتیو و حالت داتیو که گفتیم مفعول با متمم هست به اینها رو برای این سه حالت هی تغییر میکنه الان تو این جدول پایینی زمیر ملکی رو برای حالت فاعلی گفته یعنی نومیناتیو برای حالت فاعلی نومیناتیو که اومده به مزکر مذکر و مؤنث و خونسا و جمع رو برای حالت فاعلی اونجا زمیر ملکی رو لیست کرده برای ما حالا من صفت ملکیش رو هم برای حالت فائلی در حالت مزکه از خونسا و جمع براتون میگم خب ببینید در سمت چپ نوشته ایش دو ار اس وی ای, ای زی و زی خب اینا چی بودن؟ اینا زمایر فائلی بودن دیگه زمایر فایل اول شخص مفرد ایش یعنی من دوم شخص مفرد دو یعنی تو ار زی اس سوم شخص مفرد یعنی او وی اول شخص جمع یعنی ما ای دوم شخص جمع یعنی شما زی سوم شخص جمع یعنی آنها و در حالت رسمی زی به صلاح با اس بزرگ نوشته میشد خب حالا ما تک تک این زمایر فائلی رو برای صفات ملکیشون باید به اصطلاح بدونیم در حالت مذکرشون مؤنثشون خنثاشون و جمعشون به چه شکلی میشه برای اول شخص مفرد اش یعنی من صفت ملکی در حالت مذکر میشه ماین در حالت خنثا هم همون ماینه یعنی مذکر و خونساشون یکیه و در حالت معنیس میشه ماین ای میگیره درسته و در حالت جمع هم ماینه ای میگیره بس صفت ملکی برای اول شخص مفرد در حالت فائلی برای مذکر و خونسا ماین هستش و برای معنیس و جمع ماینه ای میگیره میبینید چرا صفت ملکیه گفتیم مالکیت رو نشون میده و بعدش حتما اسم میاد میبینید لپتاپ بوخ تاشه تاشن اینا اسم هستش بعدش حتما اسم اومده و اینا میشن صفات ملکی حالت بعدی دوم شخص مفرد یا دود یعنی تو دیگه درسته صفات ملکی برای دوم شخص مفرد یعنی تو در حالت فائلی برای مذکر و خونسا میشه داین و برای معنس و جمع میشه داینه ای میگیره و به همین صورت جلو میره برای سوم شخص مفرد برای ار و اس یعنی مذکر و خونساش میشه زاین و برای معنس و جمعش میشه زاینه خب حالا برای زی میشه ایه برای مذکر و خونساش برای معنس و جمعش هم میشه ایغه میبینید و برای اول شخص جمع صفت ملکی در حالت مذکر و خونسا برای حالت نومیناتیو یا فاعلی میشه اون ز اون ز میبینید برای معنس و جمعش میشه اون زغه غ ا میگیره برای دوم شخص جمع هم میشه اویا. ویا و برای مؤنث و جمعش هم میشه ایغه ا ای میگیره و در نهایت برای سوم شخص جمع و یا حالت رسمیش هم میشه ای ای برای مذکر و خونساش و برای مؤنث و جمعش میشه ایغه حالا تفاوت سوم شخص جمع و حالت رسمی اینه که اون ای بزرگ نوشته میشه اگر ای بزرگ نوشته شده باشه یعنی حالت رسمی یعنی حالت شماگونه ولی اگر کوچیک نوشته بشه یعنی از سوم شخص جمع یعنی آنها میونید اینجوری همه اینایی که الان گفتیم به صرف صفات ملکی برای حالت فائلی بود حالا برای حالت مفعولی یا اکوزاتیو داریم برای حالت به داتیو داریم یا مفعول با متمن و حالت گنتیو داریم که اینها حالا در ادامه همینجوری هی باز و باز و بازتر میشه و سختتر میشه دیگه از همین الان پایه بعد اینا رو حسابی یاد بید. تازه این همه داستانی که گفتیم برای حالت فاعلیش بود پس خلاصه وار صفت ملکی برای حالت مذکر و خونسا میشه ماین برای اول شخص مفرد و برای به اصطلاح مؤنث و جمعش هم میشه ماینه ا میگیره و به همین صورت دوم شخص مفرد میشه داین و برای مؤنث و جمعش میشه داینه سوم شخص مفرد برای ایر اسش میشه زاین و جمعش هم میشه زاینه دیگه و برای به حالت معنسش یا زی میشه چی؟ میشه ایه و معنس و جمعش هم میشه ایقه و به همین صورت اول شخص جمع میشه اونزه و در حالت معنس و جمعش میشه اونزه غه ایه میگیره و دوم شخص جمع او برای مؤنث و جمعش ا میگیره او غ و در نهایت سوم شخص جمع و حالت رسمی میشه ای و مؤنث و جمعش میشه ای غ میبینید اینو باید حفظ کنید برای حالت فاعلی بود دیگه همه اینا رو باید حفظ بکنید خب ما حالت مفعولی هم داریم آکوزاتیو برای حالت داتیو هم داریم یا مفعول ما متمام و برای حالت ملکی یا گنتیو هم داریم بس ببینید این همین جوری داستان با ما میاد و سخت و سخت و سختتر میشه همینجوری که میبینید هر حالتی که ما میریم باید برای مذکر و مؤنث خونسا و جمعش هم باید بگیم داستان رو ببینید خیلی پیچیده است همین جوری داریم الان به, پی، به, پیچیدگی های زبان آلمانی میرسیم خب اینایی که گفتیم همش صفات ملکی بود صفات ملکی گفتیم بعدش حتما اسم میاد حالا اگر اسم نیاد میشه زمیر ملکی یعنی خودشونه یعنی تمام اینایی که قرمز نوشته بدون اون اسما اگر بیاد میشه زمایر ملکی خب تو این جدوله اومدم زمایر ملکی رو در حالت فائلی براتون جدا کردم ببینید برای اول شخص مفرد میشه ماین در حالت مزکر و خونساش و در حالت مهنس و جمعش میشه ماینه دوم شخص مفرد میشه داین برای جمع و مؤنثش میشه داینه سوم شخص مفرد برای ار میشه زاین و در حالت مؤنث و جمعش میشه زاین سوم شخص مفرد برای مؤنث یعنی همون زی میشه ای و در حالت مؤنث و جمعش میشه ایغه و اس هم مثل همون به اصطلاح میمونه میشه زاین و در حالت مؤنث و جمعش میشه زاینه و برای ویا یا اول شخص جمع میشه اون و در حالت مؤنث و جمعش میشه اون زغه و ایه یا دوم شخص جمع میشه اوی و در حالت مؤنث و جمعش میشه اویقه و در نهایت زی سوم شخص جمع میشه ایا و در حالت جمع و معنیسش میشه ایغ ببینید اینها فقط در حالت فائلی بود و باید کاملا مسلط بشید حفظ بکنید و خوب 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 یاد بگیرید و صفات ملکی و زمایر ملکی و در حالت فائلی الان یاد گرفتین خب برگردیم به تمرین کتاب نوشته در یعنی این برادر خب در یعنی میدونه راجع به این برادره داریم صحبت میکنیم خب ایش یعنی اول شخص مفرد یعنی من خب میشه چی زمیر ملکیش برای اول شخص مفرد برای مذکر چی بود ماین بود دیگه درسته و اینجا می نویسیم ماین و برای دوم شخص مفرد چی بود برای حالت مذکر داین بود دیگه بس برای دو هم می نویسیم داین و سوم شخص مفرد برای ار و اسش چی بود برای حالت مذکر زاین بود دیگه بس اینجا می نویسیم زاین و برای سوم شخص مفرد برای حالت زی یا مؤنثش چی بود ایا بود در حالت مذکر خب اینجا می نویسیم ایه و در حالت جمع سوم شخص جمع یا به اصطلاح در حالت رسمی چی بود در حالت مذکر یا بود درسته خب ادامه میدیم نوشته داسکین داسکین یعنی این بچه داسکین نماد مثلا خونسا دیگه خب به جای داسکین فکر کنید که این مثلا حالت خونسا رو میخواید بگید و زمایر ملکی برای حالت خونسا در حالت فائلی چی بود برای اول شخص مفرد بود ماین دوم شخص مفرد داین سوم شخص مفرد برای ارو اسش بود زاین و برای زیش یا معنسش بود ایا و برای حالت سوم شخص جمع یا رسمی بود ایا بینید که رسمیش گفتیم ای بزرگ نوشته میشه بعدی نوشته دیشوسته دیشوسته یعنی این خواهر دیگه دیشوستا نماد معنسه دیگه خب میخوایم زمایر ملکی رو برای حالت معنس در حالت فائلی صرف بکنیم خب میشه اول شخص مفرد ماینه ما دوم شخص مفرد داینه سوم شخص مفرد برای ایرو اسش زاینه و سوم شخص مفرد برای حالت معنسش میشه ایغه و سوم شخص جمع یا به صلاح حالت رسمیش میشه ایغه که گفتیم حالت رسمی فقط ایش رو بزرگ می نویسید و در آخر نوشته دی کینده دی کینده یعنی این بچه ها نماد جمع دیگه درسته به جای دی کینده فرض کنید که میخوایم زمایر ملکی رو برای حالت جمع صرف بکنیم بس اول شخص مفرد میشه ماینه دوم شخص مفرد میشه داین سوم شخص مفرد برای ار اس میشه زاینه سوم شخص مفرد برای مؤنث یا زی میشه ایغه و سوم شخص جمع یا حالت رسمیش میشه ای غ گفتیم برای حالت رسمی فقط ای بزرگ نوشته میشه اینجا فقط اومده این حالت ها رو صرف کرده ولی ما همه حالت های صرفش رو توی دو تا تو جدول قبلی لیست کردیم هم صفات ملکی و هم زمایر ملکی رو اونجا براتون به اصطلاح لیست کردم که گفتم که صفت ملکی فقط تفاوتش اینه که با ضمیر ملکی این که بعدش اسم میاد یعنی همینا هستن فقط اسم بعدش میاد که میشه صفت میگه اگه اسم نباشه میشه ضمیر ملکی ولی همینا هستن دیگه درسته صرفش هم توی دو تا جدول قبلی همه رو لیست کردیم حسابی یاد بگیرید ببین دارم تاکید میکنم خیلی مبحث مهمیه خب ادامه میدیم تمرین شماره دو میگه زاین او دا ایه زاین یا ایه میگه اگنسن زی دن دیالوگ دن دیالوگ میگه این دیالوگ را میبینید اکوزاتیو اگنسن زی یعنی تکمیل بکنید لیزن بخونید شما این این اینجا اکوزاتیو هستش در حالت زمیری به کار برده یعنی این را این را مربوط به چیه دن دیالوگ یعنی دیالوگ را دیگه به اینکه بنویسه دن دیالوگ نوشته این یعنی از زمیرش استفاده کرده در حالت آکوزتیف این رو قبلا تو درس قبلی داشتیم دن تو تواید و دوتایی دیگه میگه که این دیالوگ رو بخونید دوتایی حالا اگه دوتایی نیستید خودتون هستید دوتا نقش رو خودتون براحته بگیرید و حسابی تمرین بکنید خیلی تمرین مهمیه خب تو این جدوله دوباره چون بسیار مهمه دوباره اینجا براتون گذاشتم زمایر فائلی رو در حالت مفعولی یا آکوزاتیف خب برای ایش میشد میش برای دو میشد دیش برای ار میشد این برای زی میشد زی برای اس میشد اس برای وی میشد اونز و برای ای میشد اوش توی تمرین قبلی دن دیالوگ میشه دیالوگ را دیگه دن دیالوگ اینجا اگه بخوایم به صلاح به صورت زمیرش بگیم میشه چی؟ میشه ار دیگه درسته ار سوم شخص مفرد دیالوگ سوم شخص مفرد دیگه خب که در حالت آکوزتیو شد دن دیالوگ درسته و حالا بخوایم زمیرش رو بگیم میشه این دیگه میبینید تو این جدوله هم هستش پس این جدول هم حسابی حفظ بکنید و خوب یاد بگیرید خب بریم سراغ تمرین میگه بعد زاین بنویسیم یا ایه خب میگه دست ایست ماین شو میگه این هست خواهر من دقت بکنید داره راجب خواهرش صحبت میکنه خواهر من میگنی چی یعنی زی دیگه خب سوم شخص مفرد خب حالا اون دست ایست جای خالی من میخوایم بگیم این هست مرد اون دیگه مرد خواهر من که میشه او دیگه درسته پس زمیر ملکی برای به زی چی بود ایا بود درسته ایا در حالت فاعلی هستش برای مذکر دیگه درسته من اینجا مذکره بس میشه دست ایست ای من میبینید ای من این هست مرد اون یعنی خواهر من مرد خواهر من اینجوری میشه و ادامه میده اون دست ایست جای خالی زون و این هست پسر میخوایم بگیم پسر خواهر من دیگه خب پسر میشه او دیگه پسر خواهر من که میشه او درسته گفتیم زی میشه و اینجا زمیر ملکی برای به سلا زی یا سوم شخص مفرد در حالت مذکر چی بود گفتیم ایه بود دیگه درسته بس میشه دست ایست ایه زون ادامه میده حد زی اوخ این تخته میگه حد زی آیا او داره اینجا زی زمیر فائلی هستش برای به سوم شخص مفرد گفتیم به جای ماین شوسته اووردیم چی؟ زمیرش اووردیم همون زی رو میگه آیا او داره همچنین یه دونه بسلا دختر جواب میده یا آره آبا اما جای خالی تخته میبینید میخوایم بگیم دختر اون دیگه درست زمیر ملکی میخوایم بیاریم برای سوم شخص مفرد در حالت معنیست تخته معنیست دیگه بس میشه چی؟ میشه ایقه تخته خب بس زمیر ملکی برای سوم شخص مفرد برای زی زی همون چی بود؟ به صلاح خواهرش بود دیگه میشد چی؟ میشد ایقه خب حالا اینجا ایقه مربوط به اونه به تخته اصلا ربطی نداره واسه میشه ایق تخته یعنی دختر اون خب یه نکته ای رو اینجا بگم ببینید ماین شوسته یعنی خواهر من این صفت ملکی اینجا در حالت فائلی برای چی بود برای سوم شخص مفرد یا یعنی همون زی بود ولی در ادامه که ما ای آوردیم این زمیر ملکی یعنی ربطی به اون اسمی که بعدش اومده نداره مثلا اینجا میگه که Das ist این مرد اونه. خب مرد اون یه مربوط به به سلا خواهره میشه یا اوی مؤنث. خب مربوط به اوی مؤنث میشه و ضمیر ملکی بر در حالت فاعلی برای به سلا اوی مؤنث چی بود؟ ایه بود. متوجه هستین؟ در حالت مذکر مذکر چرا چون من اینجا اسم مذکر دیگه بس میشه ای هم میبینید اینا رو یه خوره گیج کننده هستش ولی باید خیلی تمرین کنید توی تا ملکه ذهنتون بشه بعد یه خوره درکش بکنید یا مثلا برای ایغه تخته خب ببینید ایغه اینجا زمیر ملکی برای به صلاح سوم شخص مفرد یا همون زی زی چی بود همون خواهره بود دیگه به اون رب پیدا میکنه یعنی چی دختر اون خب و چون دختر اینجا معنسه و زمیر ملکی برای سوم شخص مفرد در حالت معنس میبینید چقدر داستان داره خب اینجا میشه ایقه اون جدوله بود که میگفتیم مثلا سوم شخص مفرد برای حالت معنس یا جمعش مثلا میشد ایقه درسته اینجا توی جمله به این صورت میشه اون جدول توضیحاتمو برید چندین بار گوش بدید خیلی مبحث پیچیده یه و باید خیلی به اصطلاح تمرین بکنید و درکش بتونید بکنید این خیلی مهمه خب برگردیم میگه آره این اما دخترش زندگی نمیکنه دیگه به اصطلاح توی خونه یعنی رفته دنبال کارش خب یعنی رفته برای خودش زندگی میکنه زیشت چون یعنی اون داره تحصیل میکنه دانشجو الان هاست تو او فوتوز دابای میگه آیا تو داری همچنین عکس‌های رو در حال حاضر آماده داری؟ یعنی از دختره عکسایی هم داری یا نه؟ خب میگه یا هیه آره اینجا داس ایست ماین فوند لوکا این هست دوست پسر من لوکا دوست پسر منظور دوست پسر, من. پسر اجتماعیشه خب ارکومت اوس کرواتین ار کومت اوس کرواتین میبینید کرواتین اون میاد از کروواسی er ist verheiratet verheiratet اینجا قیده یعنی ازدواج کرده متهله er ist verheiratet یعنی اون متهله فرایگاتت قبلا داشتیم اون hat zwei kinder اون داره دو تا بچه دو تا بچه داره خب حالا اینجا میگه جای خالی فقاو میبینید اینجا به سلا بر برمیگرده به اون زن دوستش زن دوستش چی بود دوستش مرد بود دیگه. یعنی ار درسته سوم شخص مفرد خب اینجا زمیر ملکی برای سوم شخص مفرد یا برای ار چی بود زاین بود دیگه حالا در حالت معنیس چرا در حالت معنیس چون فقاو یعنی اینجا خانومش دیگه فقاو به صلاح اسم معنیس در حالت معنیس می زاینه می بینید زاینه فقاو یعنی زن اون اون کی بود همون دوست پسرش دیگه درسته؟ و ادامه میده جای خالی تخته ببینید اینجا بر میگرده به دختر اون دختر اون چی بود؟ همون دوست پسرش یا سوم شخص مفرد یا ار دیگه خب زمیر ملکی برای سوم شخص مفرد برای به حالت مزکرش یا ایرش چی بود؟ زاین بود حالا در حالت مؤنث چرا مؤنث چون تخته اسم مؤنثه دیگه پس میشه زاینه میبینید بس میشه زاینه تخته یعنی دختر اون دختر کی همون دوست پسر اجتماعیش دیگه خب و جای خالی زن میگه و حالا پسر اون دیگه پسر اون میشه زمیر ملکی برای حالت سوم شخص مفرد یا همون ار چی بود زاین بود در حالت چی بود؟ در حالت مزکر همون خود زاین میشد چرا حالت مزکر؟ چون اینجا زون آورده دیگه زون اسم مزکره پس میشه زاین زون یعنی پسر اون میبینید؟ اینا رو با صفات ملکی قاطی نکنید صفات ملکی برمیگرده به همون اسمی که بعدش اومده ولی اینها زمیر ملکی هستن برمیگرده به بسلا اون شخصی که داره راجبش صحبت میکنه و اسمی که بعدش میاد اسم همون گفتیم برای بسلا اسم معنیس یا مذکر یا اسم جمع یا اسم خونسا میونید اون اسم تعیین میکنه که بسلا این ا بگیره یا ا نگیره متوجه شدین چی شد چون ما داشتیم ماین در حالت معنیس یا جمعش میشد ماینه دیگه درسته یا زاین میشد زاینه میبینید این اسم اسمیه که تعیین میکنه مؤنث در حالت مؤنث قرار بگیره یا در حالت مذکر ولی به زمیر ملکی ما مربوط نمیشه زمیر ملکی ما مربوط به یه شخص دیگه است متوجه شدی ادامه میده وون نخ این کواتسین میگه این به همسر اون و دختر اون و پسر اون زندگی میکنن هنوز در کرواسی میبینید اینها همه مربوط میشه به اون اون کیه همون دوست به پسر اجتماعیش دیگه درسته خب و دیکین در زین نخ زرکلای میگه دیکین در این بچه ها زین هستن نخ هنوز زرکلای خیلی کوچیک هستن دیگه این تمرین تمرین بسیار بسیار مهم و به گرامر خیلی سختی رو الان داشتیم خیلی پیچیده است با مغزتون خیلی ور میره درگیر میکنه خیلی 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 تمرین بکنید خیلی زمان میخواد که حسابی ملکه ذهنتون بشه ببینید تفاوت ها رو داشته باشید صفت ملکی با زمیر ملکی زمیر ملکی مربوط میشه به یه شخص دیگه ای که بعدش هم یه اسم اومده که اون اسم مشخص میکنه این زمیر ملکی رو در حالت معنس بگیم یا مذکر یا خونسا یا جمع متوجه شدین ولی صفت ملکی در, در مورد همون اسمی که بعدش هستش قرار داره این دوتا رو با هم دیگه قاطی نکنید و حسابی با اون جدلایی که براتون گوشتم حسابی تمرین بکنید ملکه ذهنتون بشه ها هر چی میریم جلوتر سخت و سختتر داره میشه خیلی 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 وقت بذارید خب دوستان خوبم این ویدیو هم اینجا تموم شد امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین تو ویدیوی بعدی صفحه 41 از درس چهارم ادامه خواهیم داد تا ویدیو بعد شما رو دستای خدا میسپارم خدا یار نگهدارتون